درود و بامداد بخیر. سرخط خبرها: شباهت رفتار طالبان با مردم همانند داعشیان، کشته شدن دو طالب در کابل و قتل یک تاجک در کابل. ادامه رویدادهای بامدادی از خراسان اینترنشنال. کارشناسان ارشد انستیتوت صلح آمریکا میگن که پایگاه اصلی داعش بر رهبری ثناءالله غفاری زیر سلطه طالبان در کشور وجود دارد. پسر گلبدین حکمتیار میگد که رفتار طالبان با شهروندان کشور مثل داعشیان است. منابع از کندهار میگن که یک مرد و همسرش در کندهار با گونه فجیع به قتل رسیده است. یونما میگه که در 3 دهه گذشته بیش از 40,000 شهروند کشور قربانی مواد منفجره و ماین شدند. یونیسف میگوید که بیشترین قربانیان انفجار مواد منفجره و ماین ها در کشور کودکان هستند. تفنگداران ناشناس یک باشنده پنشیر را در کابل تیرباران کردند. اما شهروندان کشور میگویند که معمولا تاجیک ها از سوی طالبان کشته میشوند. جبهه مقاومت میگوید که 2 طالب را در کابل کشتند. در پی حملات اسرائیل بر سوریه یک فرمانده سپاه پاسداران ایران کشته شد. وزیر خارجه ایران میگوید که مسئولیت عقب حمله بر کنسولگری ایران در دمشق به دوش اسرائیل است. در پی خشونت ها در 3 ماه گذشته در پاکستان 430 تن کشته شدند. یک ژورنال بازنشسته آمریکایی میگوید که ایالات متحده هدف شماره 1 داعش است. رویدادهای بامدادی را از خراسان در رشنال دنبال کردید. بامدادتان نیکو.